میشه گزارش های این مریض رو برام بیاری؟ ساکو، میشه کمک کنید؟ خیلی خوب، آروم باشین لطفا، آروم باشین. آقا نامی، شما بیرون باشین لطفا، بفرمایید. دکتر تو رو خدا نجاتم بده. ایدیل، این کارمون درست نیست. این رسما خیانته. نه نیست، نیست. ما که بچه رو انداختیم، الان فقط میگیم مرده. همین، اگه اون بفهمه من دروغ گفتم، منو میکشه. واقعا منو میکشه. یعنی جون من ارزششو نداره دکتر. خواهش میکنم دکتر، حرفای منو باور کنید. خواهش میکنم. دکتر، آی لطفا. چی شده؟ گلشن، آبجی، فکر کنم کیسه آبم. جدی میگی؟ نه ترس، حتما وقت زایمانته. بیا بیا آروم آروم، بیا 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 آروم. اصلی بیا ببریمش بیمارستان. نه نمیخواد، بیمارستان خیلی دوره. تا بریم تو را بچه به دنیا اومده. تو برو آب گرم بیار. بشین عزیز. آب از کجا بیارم؟ میشه بری آب گرم بیاری؟ چرا وایسادی نگاه میکنی؟ زود باش. آخه الان آب از کجا گیر بیارم من؟ آروم باش، دراز بکش، دراز بکش، پاهاتو باز کن، پاهاتو باز کن، نفس عمیق بکش عزیزم. آروم باش آبجی، خیلی میترسم. آروم باش، آروم باش، نترس، نفس عمیق بکش. ببین من چی کار میکنم. اصلا نترس، سعی کن زور بزنی، بذار اینو بذارم زیرت. پاهاتو باز کن آبجی. آروم باش عزیزم، چیزی نیست. فرهاد کجا موندی؟ بابا الان وقت ادبه، چرا در میزنی؟ بیا تو دیگه. اینا کافیه؟ خوبه خوبه، حالا برو یه حوله یه تمیز بیار. اصلی حوله از کجا پیدا کنم؟ پیدا کن، به من زل نزن. برو، تو میتونی. برو عزیزم، برو. آبجی، آبجی خیلی میترسم. نه ترس عزیزم، چیزی نیست، فقط نفس عمیق بکش. خب فقط همینجوری نفس عمیق بکش. ببین چه درد سری درست شده. اصلی باز کن. الان میام. بده. مشکلی که نیست. بند ناف پیچیده اما حلش میکنم. تو میتونی، من مطمئنم. برو. یعنی من به تو اعتماد دارم، مطمئنم میتونی. اومده، اومده. گلشن به من نگاه کن. آبجی. گلشن، گلشن، تو خیلی قوی هستی، بچت هم همینطور. خب عزیزم، حالا اینو گاز بگیر. گوش کن چی میگم، نفستو نگه دار و فشار بیا. خب باشه. ببینم مشکلی نیست؟ نه. داره میاد گلشن. عزیزم، آبجی، پسرم، پسرم عزیز دلم، پسر
بیا عزیزم، بیا بیا. خوش اومدی، بیا بیا مامانش، نگاه کن، نگاش کن عزیزم، عزیز دلم. سالمه، حالش خوبه؟ خوبه. ببین چقدر توپلیه. میشه همسرمو صدا بزنم؟ آره حتما پسرم. به دنیا اومد؟ بیا تو. میشه بیا؟ شوخی شوخی به دنیا اومد، زیر سایه پدر مادر بزرگ شد. ممنون داداش، بگیرمش. خوشگلم فرهاد، فرهاد. اصلی خیلی کوچیکه. خیلی خوشگله، عین نجدته. آره درسته، خیلی کوچیکه. کوچولوه. کوچیکه. کوچیکه اما خیلی قویه. اگه بدونی چقدر تلاش کرد تا به این دنیا بیاد. داداش با یاسین، یعنی با شوهرم، خیلی فکر کردیم ولی هیچ اسمی پیدا نکردیم. شما اومدین، پسرم هم با شما اومد. شما اجازه میدین اسمشو فرهاد بذارم؟ باشه، یعنی واسه من مشکلی نداره فرهاد باشه. فرهاد قشنگه، اگه خودتونم دوست دارین فرهادم اسم قشنگیه، اسم جوان مرد هست. ممنون داداش. فرهاد بگیر بغلش کن. اصلی من نمیتونم. میتونی، اندازه کف دستته، بیا میتونی بگیریش. بگیرش آفرین، بگیرش، محکم بگیرش فرهاد، محکم بگیرش. هیچی نیست عزیزم. بچه بامزه ایه، قیافش خنده داره. فرهاد خیلی خوشگله مگه نه؟ آره خوشگله، چون فرهاده خوشگله با مزه. احساس لیتونه گشتر. امیدوارم قسمت خودتونم بشه. من دیگه برم. بیا عزیزم، بیا مامانی، بیا مامان جون، بیا 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 عزیزم. بیش 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 بیش. من میرم تا به شیر بدم. بیش 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 بیش. معذرت میخوام، معذرت میخوام. آقا آزاد، درخواست دادم به دادستانی. خوبه، حالا قراره از تو بازجویی کنن، حواست باشه. تو میدونی قراره چی بگی؟ بله قربان، میدونم. آفرین، خوبه، موفق باشی. ایهان بیا دخترم. ها
همه چی خوبه، مشکلی که نیست. نه، آسایش و آرامش برقراره. از چی ناراحتی؟ هیچی، دیشب اصلی زنگ زده بود، پیامم فرستاده بود، حتی لوکیشنم فرستاده بود که بیا منو از اینجا ببر. خب؟ رفتم ولی کسی نبود. به فرهاد زنگ میزدی؟ هیچ کدوم در دسترس نیستم. ول کن، ناراحت نباش، میگن خبر بعد زود پخش میشه. ببخشید بابا. بفرمایید آقایید. آیهان خانم، برگشتم سر کار، البته به لطف شما میخواستم تشکر کنم. خواهش میکنم، از اولم همه شواهد بیگناهی شما رو نشون میداد، جای نگرانی نبود، مطمئن بودم موفق میشیم. از اولم نباید شما رو از پستتون دور نگه میداشتم. بازم ازتون ممنونم. ممنون. به امید دیدار. به امید دیدار. درد که نداری؟ یه اسم کوچولو پیدا کردی، بازم خوبی. آره، همه باید عاقل باشن. درد چیز عجیبیه، انگار میدونه قراره کی باید خوب بشه. حتی نمیتونستم نونو تیکه کنم، اما وقت زایمان اصلا دردی احساس نمیکردم. میدونی چرا؟ بهت بگم؟ بگو. چون تو اداهات واسه ماست. خوب شد؟ آره، خدا رو شکر. پس منم از پزشکی سرم میشه. خیلی ممنون. ببینم اتون، حالتون چطوره؟ خدا رو شکر بهتری؟ خوبیم، خیلی ممنون. سحر خانم، فکر کنم قدممون خوب بود. البته ما میخواییم بریم، اما شما یه مهمون جدید دارین که قراره بمونه، خیلی کوچیکه. چی؟ نکنه؟ آره. آی گلشن دخترم. محکمه؟ نه نه، خوبه. بده یکم شلش کنم. سب کن، خیلی شیرین زبانی. همش قراره تو به دوش بکشی؟ چیه؟ ما رو دیگه رو کولت. ایوالا، چون بلد نیستی کنارم را بری. چون همیشه تنهایی را رفتم، برای همینه قدمای من با قدمای تو هماهنگ نیست. اینجوریه. اگه خودت بخوای، بالاخره یه روز میتونی. الان که به دستت پیاز و فلفل زدیم، تو علم پزشکی مشکلی نداره؟ نمیخوای دست برداری؟ نه. از چی؟ از فرار کردن. اون حلت داد؟ اون حلت داد؟ نامیک، دکتر گفت اندازه یه عدس بود، اما تو وجود من یه جون بود. جونم رفت. همش خیال بافی میکردم که زایمان کردم، یه پسر دارم، پسردار شدیم. یه روبان رو سرمه، دراز کشیدم. تو میایی تو اتاق و پیشونیم و میبوسی، به بچه‌مون نگاه میکنی. یه ترحال داد.
تو چرا اینقدر بامزه ای کوچولو ها؟ اصلی اصلی. صبح بخیر. صبح بخیر. چقدر خوابیدم. میگم چرا صدای نجدت اصلا نمیاد؟ تو کی اومدی بردیش؟ داشت گریه میکرد، منم نخواستم تو بیدارشی، اومدم برش داشتم. عزیزم برو برو بغل مامانی، برو عشقم بسرم. گلسوم من باید برم بیرون. آها کجا میری؟ هیچی، یکم خرید دارم، بعدشم اگه قسمت باشه شب عقد کنیم. نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم آبدی. فقط کافیه بخندی. با خندیدن گلسوم. به لطفت دارم میخندم. خب دیگه، خب پس من برم، زود میام. باشه، رمضان و هولیام قراره بیان، واسه یه بچه چیزی نمیخوای؟ نه دست درد نکنه، هولیا همه وسایلش آورد. باشه پس من برم. باشه خدافظ. مامان جونم عزیزم، تو زودتر از من بیدار شدی. آره پسر قشنگم. به ایدیل کمک کنید. عزیزم برو استراحت کن. یتر! نامک چی شده؟ یتر کجاست؟ تو اتاقش، اصلا بیرون نیومده. یتر! هاندان خانم، از دست دادم بچه‌م، از دست دادم. یتر! خواستت رسیدی؟ خواستم چی بوده؟ بچه‌مو از دست دادم، از بچه من چی میخواستی؟ میخوای چی کار کنی نامیک؟ میخوای منو بکشی؟ کار تو بوده، برای اینکه از شر ایدیل و بچه‌م راحت چی حالش دادی؟ تو این دنیا فقط از شر یه نفر میخوام راحت شم، اونم توی نامیک. واقعا؟ پس چرا نمیگی کار من نبود؟ اگه بگم فرقی هم میکنه؟ ها؟ چیزی عوض میشه؟ حرفامو باور میکنی؟ من تا امروز همه ی حرفای تو رو باور کردم، تو میتونی یک کلمه از حرفای منو باور کنی؟ دخترم من فکر کردم تو مهمون خدایی، تو که خودت معجزه ای. بده دستتو ببوسم. وای نه نه نه، این چه کاریه سحر خانم؟ خواهش میکنم. گلشن گفت اسمشو گذاشته فرهاد، امیدوارم اونم مثل تو یه پسر خوش هیکل و آقا بشه. امیدوارم تقدیرش مثل من نشه. اصلی من برم یه تماس بگیرم، زود برمیگردم. نه نه منم باهات میام. چطوری میخواین برین؟ من خودم یه جوری میرم، مشکلی نیست. موتور نوام تو باغه، اگه بخواین میتونین با اون برین. ها؟ وقتی وارد جاده اصلی شدین یکم جلوتر پمپ بنزینه، کارتون رو همونجا انجام بدین. اصلی من میرم، زود میام، تو بمون. منم میام، صبر کن. بزا بیاد دیگه، نمیخواد ولت کنه. آی کاش میموندین، شربت درست میکردم با هم دیگه میخوردیم. باشه برای یه وقت دیگه، شما جون ما رو نجات دادین، ممنونم. خدا شما رو به من رسوند. اینو بگیر دخترم، به پیش دور گردنت یه وقت سرمو نخوری، با من بیاین. بیاین، پسرم گذاشته بغل هیزوما، بنزینم داره. با من میخوای سوار موتور بشی؟ خب آره. سوار شو. من سوار اون نمیشم. نکنه میترسی؟ نه خیر، اتفاقا برعکس نمیترسم. مشکل چیه؟ سوار موتور آدمایی که نمیشناسم نمیشم. ایناهاش. خیلی خوبه. میگم بی خیال موتور، با دو چرخه بریم بهتره. همینجا بمون، من برم به رمضان خبر بدم و بیام. گفتم میام، میخوام بیام. زود باش. آبجی موتورش خوبه؟ سویچ داره؟ آره روشه. Thank you.
روشن نمیشه. مشکلی نیست، سوار شو ببینم. ایوالا. خیلی ممنون سحر خانم. خدا. خدایا همچین عشقی و نصیب همه بکن. Görmesek ama aşktan da ölmesek iyi. بله چشم، حتما چشم، خیلی ممنون ازتون. ممنون، خداحافظ. روز بخیر. روز بخیر. میخواستم از نام کمیرخان شکایت کنم. خواهش میکنم، بفرمایید. کارت شناسایی همراهتون هست؟ هست. کجا داریم میریم نامیک؟ چرا حرف نمیزنی؟ خدا رو شکر کن نکشتمت. من به خاطر خیلی چیزا خدا رو شکر میکنم، ولی تو هیچ کدوم تو نیستی. میخوای چی کار کنی؟ میخوای منو بکشی بندازی لای آشغالا؟ به خاطر انتقام بچهت؟ خب بگو داری تصفیه حساب میکنی، چون منم به خاطر بچه هم تو رو زدم. نما وقتی زدمت پشیمون شدم، میدونی چرا؟ نه به خاطر اینکه زدمت، نه، به خاطر اینکه باید به خاطر تو میرفتم زندان پشیمون شدم. الان دیگه برام فرقی نداره منو بزنی یا بکشی. پسر من مرده، پسرمو تو کشتی. من هیچ کاری نکردم. اون زن دروغ میگه، نتونست ما رو از خونه بیرون کنه، این بازی رو در آورد. خفه شو. تا بله هایی که سرم نیاوردی و سرت نیارم از این دنیا نمیرم. مطمئن باش تاوان همه یک کاراتو یه روز پس میدی. جانم عزیزم، عقد گلسمینا امشب ساعت چند بود؟ تو هم میخوای بیای؟ آره میام. آی خیلی دوستت دارم مردم. منم دوستت دارم. پنج، یعنی ساعت پنجه، ولی من زنگ میزنم دوباره میپرسم. باشه میبینمت. باشه عزیزم میبینمت. بیا جناب دادستان. خوش اومدین. امروز درخواست فرستاده شده، گفتم شاید براتون جالب باشه و اینکه میخواستم بهتون خوش آمد بگم. ممنونم. درخواست در مورد چیه؟ شکایتی که مربوط به نامیک امیرخانه. بفرمایید. میخوام با کسی که این درخواست رو داده حرف بزنم. چشم دادستان. بیا نامیک امیرخان.
داریم به آخرش میرسیم. برای چی اومدیم اینجا؟ برو پایی. نامیک داری چی کار میکنی؟ تو همینجا کافیه. نباید میآوردمت استانبول. واسم درد سر شدی. میخواستی منو بکشی، پسرمو کشتی. دیگه نمیخوام ببینمت. میری بلو. گلسومم پشت سرت میفرستم. نمیتونه با آبدین ازدواج کنه. دیگه نمیخوام ببینمتون. برات متاسفم. برای هر قطره اشکی که واسط ریختم متاسفم. پیاده شو. به همین زودی جواب تمام کارتو پس میدی. به من نه. خدا جوابشو ازت میگیره. الو، رمزون، فرهادم. کجایی؟ سر ساختمون بودم، یکم کار داشتم، الانم دارم میرم خونه. خیلی خوب، ما هم یه تصادف کوچیک داشتیم. تو روسته ی اولپر یه پمپ بنزین هست، بیا اونجا. فقط به کسی چیزی نگو، باشه؟ حالتون خوبه؟ خوبی، مشکلی نیست، به خودت یکم پول بیار. تلفنم بیار، به هولیا بگو واسه منو اصلی لباس آماده کنه. چشم داداش. فقط چرا؟ نفهمیدم. چیزی نیست، میخوام یه آب و هوای عوض کنم، میرم خونه سنگی. گلسوم کجاست؟ خونه زن داداش اصلی میمونه، به خاطر هاندان خانم اینا. تو که میشناسیشون؟ آبدین. اون تا صبح جلوی خونه بود، داخل ماشین. خیلی خوب، باشه، زودتر بیا، منتظرم. ایوالله آقا، ایوالله. گلسوم چطوره؟ حالش خوبه، خوبه. خونه تو میمونه. همیشه اونجوری که تو میخوای نمیشه. یه تر سرنوشتت این بوده. یه تر منو نشناختی، درسته؟ ولی من تو رو هیچ وقت فراموش نکردم. شما کی هستین؟ از من نترس. به زودی میفهمی من کیم. من میدونم کی باعث شد تو این همه عذاب بکشی. امروز برای تو روز محشر یتر. همه باید جواب کاراشونو بدن. نامیک امیرخان؟ بله. این گلو برای آقا نامیکه. لطفا اینجا رو امضا کنید. روز بخیر. روز بخیر. واقعا متاسفم. ایدیل جون، اینجوری نکن، خودتو از بین بردی. باید میدیدی ایدیل که نامیک چطوری از دست یتر گرفته بود، همینجوری میکشیدش. آی، آخ کمرم. آندان خانم، چه اهمیتی داره؟ حتی اگه اونو بکشی چه ارزشی داره؟ میتونه بچه‌مو به هم برگردونه؟ آره؟ حالا که دیگه بچه مرده، ای والا بگیر. ممنون. دست دروس. اینجوری چقدر خوبه، بدون تلفن و امکانات آدم حس آرامش داره. چرا میخواییم بریم خونه سنگی؟
فکر کردم رمزون میاد دنبالم. چون دوست ندارم برم خونه. کجا میخوای بری؟ نمیدونم، باید ببینیم چی میشه. خوبه، مشکلی نیست. باید ماشینم ببری. رمزون میبره، مشکلی نیست. خب نظر تو چیه هولیا؟ متوجه منظورتون نشدم. خب من میگم بالاخره چی میشه؟ گلسومو میگم دیگه. تو میدونی بابای بچه کیه؟ من از کجا باید بدونم؟ آره دیگه، تو از کجا باید بدونی؟ به عقل کی میرسه؟ دلم برای ایدیلم سوخت. آره متاسفانه، ناراحت کننده است. مولیا جون با تو هم که نمیشه حرف زد. خیلی خوش اومدی داداش. خیلی ممنون آبجی. هولیا برای داداش فرهاد و اصلی خانم چند تا لباس آماده کن. چیزی شده؟ میخوان برن خونه سنگی، لازم دارن. آفرین آفرین، این پسر فرهاد عین خیالش هم نیست. خواهرش که معلوم نیست با کی میچرخه، مادرش هم ایدیلو از پله ها پرت میکنه. اون وقت داداشمون با زنداداش رفتن پی اشغالشون. آه، تو این دنیا باید مثل فرهاد باشی. میگم داداش میشه شما با من بیا؟ ای وای، پس بالاخره آقا نامیک افتاد تو تله. همینطوره دیگه، آخرشه. فقط یه چیزی ذهنمو درگیر کرده. میخوای بپرسی فرهاد اصلان کجای این قصه است؟ دقیقا همینطوره، چون هر کجا نامیک باشه فرهادم اونجاست. چرا از فرهاد شکایتی نشده؟ درسته. میگم داد ستان نکنه رابطه دایی و خواهرزاده خراب شده. نمیتونم، نمیشه اینقدر مطمئن بود، اما باید ببینیم چی میشه. معلوم میشه. بس با اجازتون آقای دادستان. باشه، برو بیارش ببینم آقا نامیک چی میخواد بهمون بگه. به کمال میل دادستان. منو از کجا میشناسی؟ هتلم اومدی؟ نگران نباش یتر، درست میشه، همه چی درست میشه. چرا به من کمک میکنین؟ از کجا فهمیدین که من اینجام؟ اصلا شما کی هستین؟ ببین، من میدونم نگرانی، حقم داری تعجب کنی من یهو از کجا پیدام شد، اما جای نگرانی نیست. من فرهادم از نزدیک میشناسم. فرهادو؟ بله، پسرت خیلی مرده، جوون مرد فهمیده، خیلی قبولش دارم. اما من شما را نمیشناسم. یتر، اگه اجازه بدی تعریف میکنم. اینجا جای مناسبی نیست، اگه میخوای بیا از اینجا بریم، کلی حرف میزنیم، هم دیگر رو میشناسی، میفهمی، میفهمی من کیم. نگران نباش، از این به بعد نمیذارم حتی یه قطره اشک از چشت بیاد. بلند شو، خواهش میکنم. زود باش سوار شو، هوا سرده. کجا بودی رمزون؟ خدا بد نده، حالتون خوبه؟ زنداداش خوبین؟ خیلی ممنون رمزون.
ما حالمون خوبه، مشکلی نیست. چیزایی که خواستم آوردی؟ همه رو آوردم داداش. هولیا هم یه چیزایی گذاشته. سیم کارت هم انداختم تو گوشی ها. همه شماره های قدیمی هم تو گوشی سیف شده. خیلی خوب باشه. امانتی منو بردن، تو واسه خودتو بده. فرهاد خواهش میکنم، با خودت اسلحه نیار. باشه، نمیخواد، ولش کن. گلسوم اینا چطوره؟ خوبن، همه چی درست میشه. خب تو اینو بگیر، جلوتر که رفتی بپیچ سمت راست، یه خانومی هست به اسم سحر، البته از هر کی هم بپرسی خونشو نشون میده. این پولم ببر بده بزنه، به بچه هم یه چیزی بده. چشم داداش، حتماً. جنید، میخوای برات میله بافتنی بگیرم با چند تا کامبا؟ چون فکر نمی کنم قصد رفتن داشته باشی، حداقل سرگرم میشی، بیکار نمون، حداقل یه کاری بکن. فکر خوبیه مامان. چه رویی هم داره، واک. این دیل چطوره؟ همین الان پیشش بودم، خوابش برده. ایدیل چطوره؟ دایی جون، چند دقیقه پیش کنارش بودم، یکم گریه کرد، بعدش خوابش برد. یه خورده خسته است. خوبه. نامیک، با یه تر چی کار کردی؟ فرستادمش بلو. اون زن دیگه حق نداره پاشو بذاره تو این خونه. اگه بفهمم کسی باش حرف زده، اونم بیرون میکنم. از اولم اومدنش اشتباه بود. خب درسته، اما تنهایی اونجا میخواد چی کار کنه؟ به ما ربطی نداره، هیچ کس حق دخالت نداره، فهمیدی؟ چشم دایی جون. به نظرم حقش بود. ببینم با گلسوم میخوای چی کار کنی؟ اونم میخواد تو این خونه بمونه؟ اونم میره، حق نداره با بدین ازدواج کنه. دیگه فکر نمی کنم انقدر گستاخ باشه، میخوان برن عقد سوری کنن، خیلی مسخره است. حالا فرهاد چی میگه؟ یکیشون مادرشه، یکیشون هم خواهرش. این اتفاق باید میافتاد. اصلا برام مهم نیست فرهاد قراره چی بگه، همه باید جایگاهشونو بدونن. اگه حرفی هم دارن باید اینجا بگن. هیچ کس نمیدونه کجاست، موبایلش هم خاموشه. دایی رفتن خونه سنگی، انگار با زنده‌داش رفتن عشق بازی. رمزون گفت مثل اینکه خواسته براشون وسایل ببره. آقا نامیک، خواهش میکنم راحت باشید. ببخشید مزاحم شدم. درسته، تو همیشه مزاحمی. باز چی شده کمیسر؟ ازتون شکایت شده نامیک امیرخان، باید با من بیای. چی میگی؟ چه شکایتی؟ وقتی رفتیم دادگستری به توضیح میدم، بفهمید. جناب دادستان دوباره میخواد هنر نمایی کنه؟ گفتم که وقتی رفتیم دادگستری خود دادستان براتون توضیح میدم، بفهمید. دایی منم باهات بیام؟ لازم نیست جانه. اگه چیزی شد من اینجام، نگران نباش. اینجا کلبه درویشی ماست، همه دنیا. بیا بیا با دخترم آشنا شو. خوش اومدین. دخترم آیهان،
یتر خانم مادر فرهاد و ایته. تو عروسی نامیکم دیده بودیش. خیلی خوشبختم. منم همینطور. ایهان وکیل ایتم هست. واقعا؟ پس ایتم میشناسی؟ بله میشناسمش. دخترم واسه من یه چایی درست کن. یه چایی بخوریم، یکم به خودمون بیاییم. لطفاً بفرمایید. بیا. دادستان، نامی کمیرخان آوردم واسه بازجویی. خیلی ممنون. بفرمایید. بالاخره منو کشوندی اینجا. دادستانیت الان خیلی خوشحالی؟ تعارفم که نمی کنی بشینم. بله همینطوره. موقع بازجویی جلوی دادستان نمیشینم. باید سر پا بمونیم. یعنی چی؟ دست به سینه خوبه؟ جوری که بی احترامی نشه. به شما؟ بله. در مورد ماجرای قتل ابرو موقع بازجویی جلوی دادستان چجوری وایسادی؟ نشون بده منم همون جوری وایسم. در اون موردم حرف میزنی. دونه دونه در مورد همش حرف میزنی. اما اول باید با اتهامی که رود هست شروع کنیم. واقعا؟ چه اتهامی به من زدن؟ ازت شکایت شده. با زور بازو کار انجام میدی. با تهدید سعی میکنی رقیباتو از سر راهت برداری. خلاصش این که تو رقابت ناحقی میکنی. جناب دادستان، اینا روش های کاری ماست. تو از این کارا سردر نمیاری. واسه من مشکلی نداره. تو زندانم جای خالی زیاده. منم که پشت سرتم. تنابا انداختم دور گردنت. همین روزا میکشمت. این شکایتو بررسی میکنم. از حالا به بعد دیگه خواب راحت نداری نامی کمیرخان. تموم شد؟ سامی یالواچی، اونی که تهدیدش کردین از مزایده کنار بکشه. گفتی سامی؟ اون دیگه کیه؟